طی روزهای اخیر اخبار متعددی مبنی بر بازداشت دست جمعی برخی از افراد و گروه ها در ترکیه در رسانه ها منتشر شده است که همزمانی آنها با هم توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. همکارم در گزارش پیش رو به بررسی این موضوع پرداخته که با هم آن را میبینیم. چند رخداد پی در پی به فاصله چند روز در ترکیه و موج دستگیری ها در این کشور این روزها توجه تحلیلگران و فعالان رسانه را به خود جلب و به انتشار خبر آن پرداختند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 5 اردیبهشت به نقل از منابع امنیتی ترکیه خبر داد که پلیس این کشور 110 نفر را به اتهام ارتباط با گروه‌های شبه نظامی و به طور مشخص گروه پکاکا بازداشت کرده است. همزمان یک نماینده نزدیک به کردها با اشاره به ارتباط این بازداشت‌ها با انتخابات پیش رو در ترکیه خبر داد که چندین سیاستمدار و وکیل و روزنامه‌نگار در میان بازداشتی‌ها هستند. به نوشته رویترز، تمرکز عملیات دستگیری این افراد بر شهر دیاربکر در بخش کردنشین این کشور بوده، اما در مجموع افرادی از 21 استان ترکیه هدف قرار گرفتند. علاوه بر آن پلیس استانبول با بازداشت دست کم 150 نفر در تجمعات 11 اردیبهشت در روز جهانی کارگر تدابیر گسترده‌ای برای ممانعت از اعتراضات در استانبول به اجرا گذاشت. گزارش رسانه‌های بین‌المللی حاکی است که دست کم 40 هزار نفر در اعتراضات روز کارگر استانبول شرکت کردند. وزیر کشور ترکیه دوشنبه 10 اردیبهشت هم اعلام کرد که یک عضو گروه سنی‌های تندروی داعش را به زن بمب‌گذاری در منطقه بیکوز استانبول بازداشت کرده است. علی اورلکایا گفت که مظنون با ساخت بمب قصد انجام بمب‌گذاری در منطقه بیکوز استانبول را داشت. وی همچنین در چهارشنبه از دستگیری 10 فرد وابسته به گروه سنی‌های تندروی داعش در این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، علی یورلکایا وزیر کشور ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 41 نفر را به اتهام ارتباط با داعش بازداشت کردند. وی گفت که این بازداشت ها طی عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در 12 استان این کشور صورت گرفته است. پلیس ترکیه 12 فروردین نیز در یک عملیات گسترده در 21 استان 51 نفر را به زن ارتباط با داعش دستگیر کرده بود. طی سالهای اخیر نیز بارها خبر دستگیری اعضای وابسته به گروه سنی‌های تندروی داعش در ترکیه منتشر شده است. برای بررسی موضوع از مظاهر رئیس‌زاده پژوهشگر مطالعات منطقی جنوب آسیا از آنکارا دعوت کرده ایم تا پیرامون این رخدادها برای شما بینندگان عزیز توضیحات لازم را ارائه دهند. آقای رئیس‌زاده سلام عرض ادب. سلام و وقت بخیر جناب آقای بهنام با شما و همچنان همکاران شما. ممنونم، بزرگوارید. آیه رئیس داده، آیا پی در پی بودن این بازداشت‌ها در ترکیه ظرف کمتر از یک هفته حکایت از ارتباط میان آنها و اتخاذ روش خاصی توسط دولت ترکیه داره و به نظر شما این بازداشت‌ها ابزاری برای مقابله با مخالفان دولت ترکیه بوده و یا در راستای مقابله با برهم زنندگان امنیت کشور انجام شده؟ بفرمایید. تشکر. در ماه‌های اخیر دولت ترکیه از طریق نظامی خیلی فشارهای شدیدی را در علیه گروه پیکاکا در مرزهای جنوبی و شرقی ترکیه آورده که این فشارها باعث شده که گروه پیکاکا عمل کردش در داخل کشور ترکیه کمتر شود و اینا رجوع بکنن به مواصلت با گروه ها و شعبات مختلف داعشی که قبلا اینا ساکن ترکیه بودن. از این لحاظ ما گفتم میتونیم که بله یک هماهنگی بین گروه های داعش و گروه های پکاکا در داخل ترکیه وجود داره. از جانب دیگه هم گفتم میتونیم که بله وقتی سیاستمدارهای مخالف دولت ترکیه بیان میکنه که از 54 حساب سوشیال میدیای متفاوت اعلان میکنه که ما در روز جهانی کارگر در میدان تقسیم جمع میشیم
و تظاهرات میکنه، پروتست میکنه. از جانب دیگر دولت ترکیه به خاطر در خطر نیافتیدن جان مردم اینا را جواز این پروتست و تظاهرات نمیده و این اعلام میکنه که میدان تقسیم جای خوبی برای تظاهرات نیست چون تهدیدهای وجود دارد. از جانب دیگر دولت ترکیه هم از این راه میخواهد که مبارزه بکنه با نفوذ حجره های خوابیده داعش که از طریق پکاکا اینا چی میشن؟ تقویه میشن. ببینید فردی که در استانبول دستگیر میشن 7 الی 8 سال قبل در ترکیه از طریق کشورهای عراق و سوریه اینجا جابجا میشن، اینا قبلا تعلیم یافته در بخش ماینسازی و انفجار بوده. اینا در مدت 6-7 سال در ترکیه در استانبول در بیرون از شهر در محلی که هیچ شبهه و شک را ایجاد نمی کنند در یک فابریکه مرمرسازی کار میکنند و از اونجا هیچ ارتباطی با هیچ کسی نداشتند و فقط اینا منتظر ازی بودند که پیام را دریافت بکنند و عملیاتشان انجام بدهند و انتخاب عملیاتشان هم در میدان تقسیم دو پیام داشتند. پیام اولش این است که مردم بیگناه به قتل برسانند. پیام دومش هم این است که چون محل توریستی و محل فوکس مردم خارجی برای سیاحت است، اینجا میتونه که یک فشار میدیایی هم از طریق گروه های خود بیاره. در اینجا بله سیاست مدارای دولت ترکیه هم دولت مخالف دولت ترکیه است، نام حزبش نمیگیرم، اینا هم حمایت در قبال توییت های در رابطه با جمع شدن مردم در میدان تقسیم داشتن و دولت ترکیه میخواد با اینا مبارزه بکنه و در بازداشت هایی که در چندین شهرهای مختلف البته شهرهای آناتولی و شرقی و استانبول که داشتن، اینا یک تعداد کثیر را دستگیر کردن و همچنان کسایی که در روز تظاهرات آمدن برخلاف اجازه دولت، اونا را هم که میخواستن پروپاگاندا بکنن اونا را هم دستگیر کردن. بله، بارها طی سالهای اخیر از دستگیری اعضای گروه سنی های تندروی داعش در ترکیه خبر داده شده. به نظر شما همچنان این گروه در ترکیه فعال هستند؟ بله، اینا فعال هستند. اینا قبلا در جاهای مختلف بیرون از ترکیه اینا تعلیمات نظامی دیدن، تعلیمات های مختلف اجرا و ایجاد و بمب و بمبگذاری داشتن. حتی در جمع دستگیر شدگان یک چند تن از اتباع افغانستان هم هستن که اینا هم عضویت داعش داشتن. در کل اینا سالهای قبل در گفته میتونم وقتی که داعش گسترش بیشتر یافته بود در خاورمیانه و کشورهای مثل سوریه و عراق و ترکیه، اینا قبلا تعلیماتشان را میبینن و اینا میان جابجا میشن بدون از اینکه هیچ گونه ارتباط را داشته باشن. البته مسائل مالی اینا هم از پشت پرده رد و بدل میشد، ولی اینا هیچ گونه ارتباطی با هیچ کسی نداشتن. اینا فقط تعلیماتشان را میبینن و آماده میشن، میان جابجا میشن در جایی که هیچگاه متنچی است در مقابل دید مردم نباشه. حتی چندین بار که اینا در استانبول هم دستگیر شدن، مدت 4-5 سال اینا کار میکردن جایی و مردم اینقدر از اینا خوش بودن که اطرافیاشون میگفتن که اینا بسیار انسان های خوبی بودن. ما هیچ گونه انتظاری نداشتیم که اینا عضویت داعش داشته باشه و بخواین یک روز ترکیه یا یک شهر یا یک جای محل رفت آمد مردم انفجار بدن. اینا قبلا میان جابجا میشن و روزی که برای اینا پیام برسه که شما باید فلانه عملیات را انجام بدین یا فلانه جایی را شما منفجر بسازین، اینا طرح خود انجام میدن. در کل باید بگویم که فعلا هم حجره های خوابیده گروه های داعش و پیکاکا در نقاط مختلف ترکیه اینا سکناگزین شده و دولت ترکیه هم کوشش میکنه که اینا را دستگیر بکنه و به قانون بسپاره. البته این را نباید نادیده بگیریم که بیشتری از افراد اتباع خارجی است، اتباع مثل سوریه، اتباع عراق و اتباع افغانستان. این خودش هم یک تهدید بالفعل و بالقوه از دید مهاجرتی و مردم مهاجر در ترکیه اینا هستند متاسفانه. بله، با تشکر از مظاهر رئیس‌زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا که با ما همراه بودند.